همراه اول، حامی هنر ایران زمین. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه کافه آپارا. در این قسمت از برنامه از پردیس ملت در خدمتون هستیم و میخواییم صحبتی داشته باشیم درباره فیلم معکوس، اولین تجربه کارگردانی آقای پولاد کیمیایی. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای خوشنام، جناب آقای تورج منصوری و جناب آقای پرویز آبنار. خیلی خوش آمدیم به کافه آپارات. خب اگه اجازه بدیم من میخوام یک سوال مشترک از خدمتتون داشته باشم و لطف بفرمایید در واقع صحبت رو شروع کنیم. این که خب به خصوص شما دوستان که صاحب تجربه و صاحب سبک هستین در سینما ایران، همکاری با خب یک کارگردان جوان و کم تجربه به جهت حضور تو این هیته، این چطور گذشت؟ و البته به عنوان یک بازیگری که در کنار یک پدر کارگردان و کارکشته در طول این سالها تو سینمای ایران حضور داشته باشه، حضور داشتن، میخوام بدونم این تجربه چطور شکل گرفت. آقای منصوری، آقای آبنار. والا اول اینکه خودش تجربه خیلی جذابی بود، خیلی به نظرم جزو فیلمایی بود که حسابی ما رو گرممون کرد. یه سه ماهی شاید اساسی کار کردیم، کار جدی کردیم. اینکه فیلم جدی ساخته بشه، نه به مفهوم موضوعی جدی، بله، به مفهوم در واقع حرفه‌ای‌گری کار جدی ساخته بشه توی سینما، طبیعتاً هر کدوم از عوامل حرفه‌ای سینما توش کار بکنن لذت می‌برن. درست. و ما در واقع ما گرفتار سینماییم دیگه، یعنی در واقع مثل آدمای خواب زده دنبال یه رویایی میگردیم که اون رویای توی فیلمسازی حاصل میشه. پولاد کیمیایی خب جلوی دوربین من بارها بوده، به عنوان بازیگر من با پولاد کار زیاد کردم، هم تو فیلمای پدرش کار کرده، یعنی مشخصا دو فیلم جرم و محاکمه در خیابان، خب پولاد بازیگر فیلمه، بازیگر اصلی فیلم. به جز اون یه کار طنز هم با پولاد کردم که فیلم گشت ارشاد یک بود. بله. باز پولاد جلوی دوربین هست و در واقع میخوام بگم پولاد جلوی دوربین رو من خیلی خوب میشناختم، ولی پولاد کارگردان رو توی این فیلم تازه شناختم. خب از کم تجربگی یه فیلمساز فیلم اولی اگر بگذریم، پولاد خواست خیلی خیلی خوب و بزرگی داره و من امیدوارم که توی تجربه های بعدی قدم به قدم به این خواستی که خیلی جایگاه بالایی هم هست، بله، نزدیک بشه و برسه. تجربه در مجموع خوبی بود، شیرین بود و من از نتیجه کاری که انجام دادیم کاملا راضیم. درسته. به عنوان فیلم بردار فیلم در واقع از نتیجه، بله، کاری که مشترک با یه کارگردان جوان انجام دادم، میتونم بگم که به بیش از 70% خواستهام توی فیلم تونستم برسم. خب این خیلی خوبه، فکر میکنم برای آقای پولاد کیمیایی به عنوان یک کارگردان فیلم اولی، فکر میکنم این اظهار نظر شما خیلی غرورآمیزه. شما چطور آقای آبنار؟ بفرمایید. من حقیقتش نداشتم آقای کیمیایی، ولی بعد از سر فیلم دندان ما مسئولشون زنگ زده بودن که آقای کیمیایی میخواد کار کنه، اولین فیلم پسر سرسری بود. بعد به من زنگ زد، قبل از این فیلم سپور رو کار کرده، عوامل داری صدا برداری سرسری هم برده بود چند تا از همکاران ما رو، و متاسفانه نتونسته بود ادامه بده، به دلیل اینکه خب عادت داشتن سر صحنه با بازیگر صحبت کنن. بعد منم چون خب آقای کیمیایی رو از بچگی دیگه کاراشو دیده بودیم، خیلی هم دوست داشتم کاراشو، حقیقتش گفتم حیفه من برم سر این فیلم آقای کیمیایی بعد ایشون وسط پلان صحبت کنه، بعد من ناراحت بشم، بعد این ناراحتی یه جوری منتقل بشه و من این اون در واقع ارتباطه، بله، ممکنه خدشه‌دار بشه. حقیقتا دوست نداشتم اون اتفاق بیفته. گفتم که من این کارو نمی‌کنم، چون شنیدم وسط پلان صحبت می‌کنم بهتره که
خدا نکنه یه اتفاقی برخورد پیش نیاد. این دیگه نشد تا همین فیلم آقای کیمیایی که زنگ زدن و چیز پولاد که رفتیم یه صحبتی با هم کردیم و منم تجربه شو نداشتم که حتی کار صحنه هم باش نکرده بودم عنوان بازیگر، ولی یه صحبت اولیه با هم کردیم و یه مقدار حقیقتش گفتیم خب کار من با کارگردان اولی کار کرده بودم، من میدونستم یه یه جوری یه چیزی هم آقای منصوری بار گفت، گفت ما یکی از تکنیک های کارمون صبوریه، تا اگه صبور نباشیم نمیتونیم موفق بشیم، یعنی باید تحمل کرد. خب ما این آمادگی رو قبل از قبل داشتیم که رفتیم، ولی خوشبختانه خوب بودم، کار با بازیگر خوب چون خودش بازیگر بود بلد بود، بله. انتقال حس رو خوب میتونست منتقل کنه، در مورد دکوپاژ هم که به هر حال یه چیزای ذهنیتایی داشت، بله. و آقای منصوری هم که بود خود همین کمک میکرد که کار خوب پیش بره. اون به درازا کشیدن کارم فقط به خاطر شرایط سخت خود کار بود، ما توی کارگاهی کار میکردیم سرد و امکاناتی که باید لازم بله. میشه برای اونجا دکور و اینجور چیزا و اون ماشین سواری که مثلا قرار بود مثلا در عرض دو روز یا سه روز گرفته بشه، ولی اون مسابقه نزدیک یه هفته طول کشید، یه هفته نه اولیه خیلی بیشتر شد، یعنی مسئله بود که خود کار میتلبی. دقیقاً همینو من میخواستم بگم، ولی ایشون تسلط کامل تسلط داشتن. خوشبختانه ما یک بار صدای بلند نشدیم که مثلا داد بزنیم، خب خدا رو شکر تسلطی که در واقع شما این خیلی مهمه برای بله. کارگردان معلوم میشه خود از یه تسلط یه پیشینه‌ای برخورداره، ولی خب خیلی از کارگردان هستن که از این افاق زیاد میاد واقعا رنج آوره، یعنی اذیت بله. میشه کار سخت و کار حساس و حالا یکی که باید اینو هدایت کنه بیاد دادم بزنه، خب یه روزی به هم آدم دقیقا همینجوره که شما میفرمایین آقای آبنا. خب میخوام در واقع از جناب آقای خوشنام این سوال رو بپرسم که به عنوان سرمایه گذار تو فیلم معکوس حضور داشتین، میخوام بدونم که در واقع نوع همکاریتون، آیا ابتدا شما از قصه و ایده شکل گیریش با خبر بودین، اونو خونده بودین، یا چطور شد که انگیزه این همکاری اصلا در شما به وجود اومد و این اتفاق در نهایت افتاد؟ عرض کنم خدمتون که شاید اومدن من و سرمایه گذاری برای یه فیلم تا مثلا یک روز قبل از یا همون لحظه‌ای که آقای کیمیایی و آقای در واقع پولاد کیمیایی و پدرشون ندیده بودم نبود. در واقع دیدن و ملاقاتی که داشتم با ایشون و صحبتی که در رابطه با فیلم شد و بعد فیلمنامه‌ای که به من ارائه کردن و اینکه خودم هم به نوعی از بچگی کار می‌کردم و بالاخره تو زمینه کاری خودم یه جور احساس انرژی داشتم همیشه و همیشه حس می‌کردم که خب جوان‌ها هم می‌تونن خیلی از کارهایی رو که شاید بزرگترها هم انجام میدن میتونن انجام بدن اگر که اعتماد به نفس داشته باشن و اگر که از تجربه بزرگها هم استفاده کنن. بنابراین چون خودم هم ذهنیتی از در واقع کار هنری داشتم در جوانی خودم، با شرحی که آقای کیمیایی از فیلمنامه دادن و خودم در واقع از اون فیلمنامه خوشم اومد، یعنی احساس کردم یک کاری است که با یه فرمت جدیدی داره ساخته میشه، تصمیم گرفتم که در واقع این همکاری رو به عنوان سرمایه گذار باشون داشته باشم. هر کارگردانی، ما نمیتونیم کارگردان رو دو قسمت کنیم بگیم کارگردان اول یا کارگردان مثلا چندم، هر کارگردانی یه روز کارگردان اول بوده. بله و پس اینکه عوامل مثل حالا من به عنوان سرمایه گذار، افرادی همچون آقای منصوری و آقای آبنار به عنوان فیلم بردار یا صدا برداران با تجربه بیان در کنار کارگردان های اول وایسن، این قطعا خیلی انرژی و شجاعت خواهد داد و اون کارگردان میتونه واقعا اون اهداف درونی خودش رو از اون متنی که داره و از اون
کاری که میخواد انجام بده خیلی خوب به نمایش بذاره. با تکیه بر تجربه دوستانی که حالا بالاخره بله. و تو این فیلم هم همین طور بوده دیگه، یعنی یک جوانی مثلا در نظر بگیریم مثل آقای پولاد کیمیایی که البته خب سابقه بازیگری هم داشتن، بله. در کنار پدر هم بودن و با یه ایده خوب حالا افراد توانمند کنارش قرار بگیرن و اون هم بتونه در واقع کار موفقیت آمیزی رو در بیاره. من از این خوشحالم که من هم جزئی بودم از همین جمع که در واقع در کنار آقای کیمیایی قرار گرفتم و کاری به وجود اومد که خب هر کسی ببینه متوجه میشه واقعا کار شده. درست. از چیزی کم نذاشتی. بله. و این در واقع عاملی بود که من تصمیم گرفتم و حالا دیگه خودم هم چی میگم شجاعتم به خرج دادم دیگه. این هم میخواست خب شاید خیلی سرمایه گذارا همچین ریسکی رو نمی‌کنن. بله دقیقاً همینجوره. این نکته‌ای که شما میگین خیلی مهمه. بله انشالله امیدوارم که حالا امروز روز اول جشنواره هستش فیلم بازخورد خوبی توی اکران‌ها و نمایش‌های بعدیش داشته باشه و مخاطبان و علاقمندان و کنجکاوان به اینکه خب این آقای پولاد کیمیایی مقابل دوربین یک مدل بودن، حالا به عنوان کارگردان به چه شکل هست اثرشون برن فیلم رو ببینن و در واقع میشه گفت بازخوردا طوری باشه که افراد مثل شما سرمایه گذاری باز داشته باشن با به خصوص کارگردانای جوان و امیدوارم این مسیر اون انگیزه و انرژی رو به شما و همه دوستان بده. خواهش میکنم. آقای خرقه‌پوش به عنوان تدوینگر. بله آقای مصطفی خرقه‌پوش. بله بله. خب انصافا خیلی بله همکاری خوبی داشتن و بله. کار رو واقعا یه ریتم خوب مطلوب رسوندن. درسته که از تبحر ایشون دیگه دقیقا یاد خیلی به نکته خوبی اشاره کردین. انشالله امیدوار هستم که مخاطبان و بینندگان این برنامه هم در واقع فیلم های جشنواره 37 رو دنبال میکنن و خب فیلم آقای کیمیایی هم میتونه یکی از اون موارد باشه که کنجکاوی ایجاد میکنه و که انشالله مخاطبان پیگیرش باشن. خیلی متشکر هستم از حضور شما عزیزان و هنرمندان و انشالله که در واقع روزهای آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم و همینطور در کنار اکرانهای مردمی. متشکر هستم از شما. ممنون هستم از همراهی شما با برنامه کافه آپارات. هفتمین جشنواره فیلم فجر 10 الی 22 بهمن 1397.